به یاد او که با چشم باز از این دنیا رفت. شهید قیام کاک برهان کرمی. اینجا خانه ابدی من در روستای چروسانه کامیارانه و این دختره که کرد دوست داشتنی که شعار مرگ بر دیکتاتور سر میده دختر منه. من برهان کرمی 30 ساله و کارگری زحمتکش از کامیاران بودم. در روز 25 آبان 401 با تیر شقاوت آدمکشان خامنه‌ای به کاروان شهیدان قیام در کردستان پیوستم. روز 24 آبان که ما با سایر شهرهای کردستان علیه رژیم همصدا شدیم، پاسداران مسلح چند نفر از همشهریام از جمله کاک فواد رو به شهادت رسوندند. روز بعد از خاکسپاری کاک فواد برای عیادت از خانواده‌اش جلوی خونه او که تو خیابون زهره بود تجمع کردیم. دوباره پاسدارای وحشی به تجمع ما حمله کردند. آن روز در جریان تیراندازی‌های پاسداران من با گلوله‌ای که به سرم شلیک کردن در کنار دوستانم افتادم و در دم جان دادم. بله، آن روز من به کاکفواد پیوستم و کف خیابان از خونم رنگین شد و دوستانم خطاب به حکومت آدمکش گفتند یادتون باشه برهان با چشم باز از این دنیا رفت. با اینکه در بیمارستان از خانواده‌ام تعهد گرفته بودند که منو بی سر و صدا به خاک بسپرن، اما همون شب خانواده‌ام با حضور جمعیت انبوهی از همشهریام پیکرم رو تو روستای زادگاهم چروسانه به خاک کردستان هدیه کردند. و روز 4 دی تو مراسم 40مم مردم با حضور بر مزارم با من برای ادامه راهی که برایش جان داده بودم تجدید عهد کردند. برادرم رو در روی توطئه های کثیف رژیم مرا شهید خاک کردستان معرفی کرد. شهیدی امنیه، شهیدی هموطنه، شهیدی خاک کردستانه. و حالا دختران کوچک کردستان با گلگزاری و دادن علامت پیروزی و شعارهای مرگ بر دیکتاتور در کنار مزار من و کاک فواد این نوید را می‌دهند که راهی که ما برایش جان دادیم ادامه دارد و پیروزی نزدیک است. من با دیدن این صحنه‌ها یقین دارم که خورشید آزادی به زودی بر سراسر دشت‌های میهن پرتو خواهد افکند. شهید بوزا میدیر آل جارگه او کفن آلی بر راب بارگه بدوه ناسم بدوه در بیدو او خیه نگاشی رجای نام.